ما جهش علمی رو نباید بگذاریم متوقف. کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان به معنای واقعی. خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوشحالم که مجدد با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. در قسمت قبلی رسیدیم خدمت مجموعه دانش بنیانی که با وجود تمام مشکلات و سختی‌هایی که بر سر راهشون بود موفق شدن علاوه بر خدمت رسانی در حوزه کسب و کار باعث پیشرفت و رونق اقتصادی کشورمون بشن و به نوعی هزینه‌های هنگفت کسب و کار رو کاهش بدن. در این برنامه هم همراه ما باشید تا به طور کامل با فعالیت این مجموعه دانش بنیان آشنا بشید. ما تقریبا یک ساله که دانش بنیان هستیم. ما هم اینجا دعوت میکنیم از همه شرکت‌های دانش بنیان و سایر شرکت‌های خدماتی در کشور که بیان و باب همکاری رو باز بکنیم برای اینکه بتونیم خدمت بهتری رو در کشور با استفاده از این پتانسیل ارائه بکنیم. به جرئت میتونم بگم که سرویس USSE ما که موفق به مجوز دانش بنیان شد، مثلا اولین بار در کشور با یک پنل بسیار کاربرپسند و خیلی راحت که هر کسب و کاری میتونه بی نهایت منو و زیر منو برای کسب و کار خودش ایجاد بکنه، که این در واقع سیستم و این نوع فعالیت میتونه کمک شایانی تو در حفاظت محیط زیست بکنه، چون کاغذ رو در واقع از حیطه فعالیت کسب و کار رو داریم حذف میکنیم. بفهمید که سرمایه اولیه راه اندازی مجموعه از کجا اومد و چطور شکل گرفت؟ با سرمایه گذاری شخصی توسط خود شرکت انجام شد، بدون هیچ گونه ساپورت مالی، حمایت مالی و دریافت وام بتونیم از مرکز دولتی دریافت کنیم. با سرمایه شخصی خودمون تونستیم شروع بکنیم. خیلی ممنونم. بپردازیم به بخش اشتغال زایی و کارآفرینی. بفهمید تا به امروز چه تعداد نیروی متخصص در این مجموعه کار کرده. از تاریخ 1/10/95 تا الان که در خدمت شما هستیم 42 نفر به صورت ثابت مشغول کار هستن. بالغ بر 50,000 کسب و کار تو سراسر کشور دارن از سرویس‌ها و خدمات استفاده می‌کنن. 300,000 کاربر داریم که تقریبا 90,000 تاش کارشناسای فروش هستن تو 378 شهرستان ایران، مشغول فعالیت و بازاریابی سرویس‌ها و خدمات هستن. تأثیر استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در شرایط فعلی چیست؟ قطعاً استارتاپ ها و شرکت دانش بنیان میتونن کمک حال دولت باشن. در شرایطی که همه میدونیم بالاخره شرایط سخت اقتصادی هست، این شرکت ها و این استارتاپ ها خیلی میتونن کمک بکنن، به شرط اینکه سازمان ها هم کمک بکنن. یعنی این ارتباط دو طرفه باشه و اجازه بدن که فعالیت انجام بشه. ما بحث تحریم رو داریم، قطعا تحریم روی شرکت‌های نظیر ما تاثیرگذار هست. به هر حال ما نیاز اولیه‌مون سخت افزار سرورهای خاصه که اینها باید خریداری بشه. با همه مشقت‌ها استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان پای اینها وایسادن و دارن خودشون به تنهایی جلو میرن.
ولی ما از اون طرف مسائلی که در داخل کشور داریم بعضا میبینیم که فراتر از بحث تحریم میشه و مشکلاتی که برای ما استارتاپی ها ایجاد میکنه بیشتر از بحث تحریم هست. بیمهری هایی که پیش میاد، کاغذبازی هایی که دائم همه انرژی ما رو صرف میکنه و ما رو همه تلاش اون بعد در طول روز بابت این صرف بشه که اون مسائل پیش پا افتاده رو برطرف بکنیم. گرفتن مجوزها، گرفتن ارزم به حضور شما که مسائل جانبی که و حاشیه‌ای که بسیار زیاد ایجاد میشه، اگر کمک بشه سازمان‌ها بیان به میدون فقط در همین که فقط کاری نداشته باشن و اجازه بدن جوانایی که تو استارتاپ‌ها دارن فعالیت میکنن کار خودشون رو انجام بدن و از این سلیقه رفتار شدن جلوگیری بشه. هر کسی به سلیقه خودش میاد برخورد میکنه و رفتارهای خاص خودش رو داره. اینها رو ما بتونیم توی جامعه اگر جلوش گرفته بشه، قطعاً استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نه تنها در داخل کشور، در خارج از کشور ما حرف برای گفتن داریم. قطعاً جوانای ایرانی حرف برای گفتن دارن، میتونن همه این مسائل و این بخش خدماتی رو که ظالمانه داره این تحریما تاثیرگذار میشه رو میتونن در کل دنیا میتونن ارائه بکنن و همه مسائل رو برطرف بکنن. وقتی ما با این مجموعه موفق روبرو میشیم، چیزی که باعث ناراحتی میشه اینه که اگر شرکتی داره اینقدر قوی کار میکنه، اینقدر فرصت شغلی ایجاد میکنه، خب چه خوب میشه که مشکلاتی که بر سر راه اونا هست برداشته بشه که مجموعه بتونن با خیال راحت تر و آرامش بیشتر به کار خودشون ادامه بدن و باعث سربلندی کشورون بشن. حتما این اتفاق خواهد افتاد و زمان میبره. باید این به روز رسانی در بخش جوانهای ما و در بخش تکنولوژی ما اتفاق افتاده. امیدواریم که در قانون این کشور، در مجلس ما، این قوانین حالا بعضن دست و پاگیری که وجود داره هم این بروز رسانی درش انجام بشه که بتونن همه برای خودشون کسب و کار خودشون فعال کنن و از اون را امرار معاش بکنن و رونق اقتصادی رو انشاءالله محقق کنیم. انشاءالله. آقای مهندس سپاسگزارم از توضیحاتی که به برنامه ما دادید. امیدوارم که موفق بشید. متشکرم از شما و دوستانتون که بسیار زحمت کشیدید. اتفاق جالبی که تو این مجموعه پیش اومده، بخش سمی بصری یا بنوی همون رسانه هستش که به همین علت خدمت آقای سجادی هستیم. ایشون مدیر این بخش هستن. قربان، وقتتون بخیر. خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدید. خواهش بخش سمی بصری. بفرمایید که در این بخش چه فعالیتایی انجام میدید؟ کلی آموزش‌های شرکت، آموزش خدمات شرکت و پادکست‌هاشون کامل در این بخش ساخته و ارائه میشه به. چه نیازی بود که اصلا شما بخواید چنین واحدی رو تو این مجموعه بنا کنید؟ با توجه به اینکه خدمات شرکت خیلی گسترده و وسیع شد و نظر به اینکه خیلی نگاه مردم به شبکه‌های اجتماعی خیلی مثل قدیم نیست و از اونجا خیلی آموزش‌ها رو پیدا می‌کنن، سرچ می‌کنن و تو موتور جستجوگر بیشتر دارن به این سمت میرن که ببینن و بشنون. از این جهت هیئت مدیره تصمیم گرفتش که واحد مستقل سمی بصری داشته باشه خودش که بتونه مستقلا خدمات شرکت رو آموزش بده. و حالا شما از طرف واسه با دانش بنیانی ما دارید بحث میکنید و محصولات ما خاصن، محصولاتی که دانش بنیان عموما خدمات خیلی خاصی رو دارن ارائه میدن. اینا نیازمند آموزشه که ما تو این بخش داریم انجام میدیم. چند وقت هستش که این بخش دایر شده؟ نزدیک به یک سال میشه. یک سال. کجا نشر داده میشه ویدیویی که اینجا ضبط میشه؟ توی شبکه‌های اجتماعی خودمون و همچنین سایت وبلاگی که مربوط به خود شرکت باشه و هر جایی که قابل ارائه باشه تو این دهکده وسیع جهانی ما داریم پخش میکنیم. بله، الان دوستانی که پشت ما هستن دارن چیکار میکنن؟ والله واحد ما که متشکل از جوانای خیلی خلاق و خوب توی پوزیشن های مختلف کارگردانی، تصویربرداری، مجریگری اینا اصلا دارن الان آموزش های شرکت رو به صورت تصویری برای شبکه اجتماعی آماده میکنن. در واقع خیلی متشکرم. خواهش میکنم که موفق باشید. قربون شما. مرسی که تشریف آوردید. این هم از بخش رسانه مجموعه. با ما همراه باشید.
بخش پشتیبانی مجموعه هستیم، یعنی شما هر گونه سوال، پیشنهاد یا انتقادی داشته باشید میتونید با این بخش در ارتباط باشید. خدمت آقای مهندس رعیتی هستیم، ایشون مدیر این بخش هستن. آقا سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. در مورد این بخش برام صحبت میکنید که چه اتفاقاتی پیش میاد اینجا؟ ببینین، کاربرای این شرکت وقتی مشکلی براشون پیش میاد بعد از ثبت نام، هر مشکلی، حالا چه زمان ثبت نام چه بعد از ثبت نام، با خط 5 رقم شرکت تماس میگیرن، حالا یا از طریق سایت، از طریق تیکتینگ، بخش نامه نگاری شرکت هست، به صورت مکتوب سوال خودشون رو مطرح میکنن. ما هم حالا توسط دو شیفت پرسنلی که داریم شبانه روز پاسخ 24 ساعت. بسیار عالی. بفرمایید خدمات پس از فروش چطور ارائه میشه به مشتری؟ زمانی که خرید کاربر رو انجام میدن، یه پیامک میره که شما مثلا این خدمات رو خرید انجام دادین، این خدمات رو خریدین، و بعد از اون هم کارشناسای ما تماس میگیرن باهاشون، رضایتمندیشون رو میسنجن که ببینن خدمات درست براشون ساخته شده، تعبیه شده، چیزی که لازم داشتن براشون پیاده سازی شده به چه صورت. خیلی متشکرم. بفرمایید مشترکان فعلی شما چطور میتونن به طور مستقیم به بخشی که میخوان وصل بشن؟ خب ببینین، کاربره ما زمانی که ثبت نام میکنه شماره موبایل خودشون رو وارد میکنه، که اگه با همون تماس بگیرن خط ویپ 5 رقم ما شناساییشون میکنه، متوجه میشه که مربوط به کدوم کارشناسه، یعنی شناسه کاربرشون وارد، دقیقاً همون لحظه خدماتی که خرید کردن میاد بالا و شناسایی میشن و راحت‌تر میتونن کارشناسا جوابگویی بدن. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. بخش پشتیبانی رو ملاحظه فرمودین، همراه ما باشید. دوستان عزیز، همونطور که میدونید در زمینه خدمات ارتباط با مشتریان با شما قرار جلسات آموزشی مختلفی رو برگزار کنیم. هدف از شرکت کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادیه که بتونن بیزینس و کسب و کار خودشون رو از طریق بروزترین امکاناتی که در حال حاضر در زمینه آیتی وجود داره، از طریق خدماتی مثل EBC، کارت ویزیت الکترونیکی، خدمات USSC و خدمات رزومه سازی ICV که برای اولین بار در ایران به صورت انحصاری در شرکت داره این کار انجام میشه. وظیفه شما به عنوان بازاریابان و کارشناسان شرکت اینه که در انتقال و ارائه این خدمات فوق‌العاده به کسب و کارها تمام انرژی و توان خودتون رو بذارید و اطلاعات خودتون رو در تمام این زمینه‌ها به بالاترین درجه ممکن برسونید تا بتونید با کیفیت ترین اتفاق ممکن رو برای کسب و کارها رقم بزنید. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا بخش آموزش مجموعه هست که نکات، موارد مهم و نحوه استفاده از محصولات این شرکت در خدمت کارشناسان فروش مجموعه قرار داده میشه، که فارغ از اینکه این دوستان میتونن از این خدمات خودشون بهره مند بشن، اونها رو به بنگاه‌های اقتصادی هم میتونن ارائه بدن که این دوستان هم در جهت رونق کسب و کارشون از این خدمات بهره مند بشن. با ما همراه باشید. من خیلی کوتاه در مورد یکی از خدماتی که شرکت برای کسب و کارهای محترم در نظر گرفته براتون صحبت میکنم. خدمات USSC خدماتیه که بر پایه GSM یا بدون احتیاج به اینترنت افراد میتونن امکاناتی رو در اختیار خودشون داشته باشن که شاید در حالت عادی احتیاج به داشتن یک امکانات ویژه یا اینترنت داشته باشه، که امکانات ویژه از قبیل پرداخت قبوض، انتقال وجه، نظرات، انتقادات، پیشنهادات و از همه مهمتر قابلیت امکان اینکه روی USSC های ما بتونیم وب سرویس ها رو قرار بدیم. وب سرویس در واقع همونطوری که قبلا توضیح دادم بهتون اینه که شما میتونید اطلاعات یک سایت، امکانات یک سایتی رو انتقال بدید در بستر USSC تا افراد بدونن با یک گوشی ساده
بدون احتیاج داشتن به اینترنت از امکانات سایت استفاده بکنن. حالا جزئیات USSC رو قطعا توی جلسات آموزشی که براتون برگزار میکنیم بهتون انتقال میدیم. که مجموعه شما به چه نهاد و ارگان‌هایی میتونه خدمات ارائه کنه؟ کلیه شرکت‌های خصوصی، دولتی، خصوصی، نهادها، ارگان‌ها، بیمارستان‌ها هیچ فرقی نمی‌کنه. هر شرکتی، هر نهادی، هر سازمانی میتونه خدمات USSC، EBC، ICV شرکت مخصوصاً آنتی ویروسمون استفاده بکنه. سرویسایی که ما داریم کاملاً سیستمایی که هم هر شخص حقیقی و حقوقی میتونه ازش استفاده کنه. خیلی متشکرم. بفهمید که برنامه آینده مجموعه چه خواهد بود؟ هدف اصلی شرکت بین‌المللی شدن سرویس‌ها و خدماتش تو سراسر کشورهای دنیاست. ان شاءالله. خیلی ممنون از وقتی که به برنامه ما دادید. امیدوارم که موفق باشید. سپاسگزارم. موفق و مؤید باشید. اشکال سنتی بازاریابی، جذب نیرو و معرفی خدمات در آینده نچندان دور به طور کل کارایی خودشون رو از دست میدن. یعنی به نوعی فعالان اقتصادی باید به این نکته توجه کنن که توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی در عصر اینترنت تمام شئون زندگی بشر رو تحت تاثیر خودش قرار میده. پس برای اینکه از رقبا عقب نمونیم بهتر که خودمون رو با شرایط موجود تطبیق بدیم تا بتونیم برنده این میدان باشیم. خیلی سپاسگزارم که با این برنامه هم همراه بودین. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی در پناه حق، خدا نگهدار.